سلام، خوش اومدید به این ویدیو دیگه شان هستم و توی این ویدیو قراره که با هم دیگه موزیک Shape of My Heart یا همون جوسی وردمون که همین آهنگ استفاده شده داخلش اونو یاد بگیریم. جفتش یکیه. توی این موزیک ما بدون کاپو آموزش میدیم، چون با کاپو خیلی سخت میشه و هیچ فرقی نمیکنه، دوباره شما مجبورید باره بگیرید. ولی این موزیک واقعا یه تمرین فوق العاده است برای کسایی که میخوان گیتار نوازیشون، نوازندگیشون یه لول بهتری بگیره، چون آکوردای خیلی باحالی داره و باعث میشه دستتون باز بشه. حتما پیشنهاد من به شما اینه که این موزیک رو کار کنید و سعی کنید یادش بگیرید. اینجا با هم دیگه با تبلچر یاد میگیریم، ببینیم چه جوری تیکه تیکش رو با هم دیگه کار میکنیم. بریم سراغ آموزش. خب اولین چیزی که خیلی مهمه، ما اینو باید بدونیم که انگشت چهارمون خیلی کاربردیه توی این موزیک. انگشت چهارمون روی سیم دو واسه قسمتی از موزیک ثابت میمونه، یعنی انگشت چهار رو از سیم دو ور نمیداریم، به نفعمونه. خب اول انگشت چهارمون میاد روی فرد 10 سیم دو قرار میگیره و بعد انگشت دومون میاد رو فرد 9 سیم 5 قرار میگیره و انگشت یکمون میاد رو فرد 6 سیم 3. میدونم سخت گرفتن این آکورد، ولی تمرین کنید درست میشه و همینش باعث میشه که دست شما باز بشه. خب ما این آکوردو میگیریم و ضربه میزنیم، 5 و 2 رو با هم میزنیم. اوکی؟ یا میتونید دو رو خالی بزنید، ولی خب با پنج و دو رو با هم بزنید باحال تر میشه. پس پنج و دو و بعد دوباره یه پنج و سه میزنیم و بعد دو. اوکی، پس تا الان دوباره به همین راحتی و بعد این پوزیشن دستمون تغییر میکنه، اینجا راحت تر میشه. این انگشت دو ما میاد روی فرد 7 سیم 5 قرار میگیره و انگشت چهارمون همینجوری حرکت میکنه بدون اینکه برداریمش، میاد روی فرد 9 سیم 2 قرار میگیره و دوباره همون ضربات رو عین قبلی میزنیم. خب تا الان چی داریم؟ نکنید خیلی ساده است، فقط اینو باید بیاد بگیرید که اینجوری بگیریم و صدای واضحی داشته باشیم. خب تا اینجا زدیم، پیشرفت خوبیه. همینو همه رو دو فرد میبریم عقب. اوکی؟ دو فرد میبریم عقب، یعنی انگشت یکمون میاد رو سیم رو فرد 4. اینو از این بعد مطمئن باشید که بدونید درست رفتید و بعد دوباره ضربه میزنیم همونا رو. خب تا الان دوباره براتون میزنم. خب حالا اینجا انگشت یکمون میاد یه باره میگیره اینجا و ضربه میزنیم. میتونید باره هم نگیره، فقط انگشت یکمون رو فرد 5 باشه. 5 و 2 رو با هم میزنیم و بعد انگشت چهارمون یه فرد میاد عقب و ضربه میزنیم. اوکی؟ پس یا باره بگیرید. باره خوبیش چیه؟ این که میتونید سیمای دیگر هم درگیر کنید، مثلا اینجوری بزنید. خب دوباره میزنم براتون. یا دوباره سیم پنجو باش بزنید. ساده بود، واقعا ساده بود. فقط گفتم این پوزیشن گرفتن این دسته یه خورده سختش میکنه کارو. خب بعد از این دوباره همینو تکرار میکنیم. و وقتی که دوباره تکرار کردیم، این بار این انگشتی یکمونو میاریم پایین جوری که سیم چهارمون آزاد بشه. اوکی؟ و همینجا میتونیم باره بگیریم یا اینکه انگشت چهارمون رو بذاریم روی فرد 4 سیم 3 یا اینکه باره بگیریم. به نظر من باره گرفتن اینجا راحت تره. پس بعد از اینکه اینو زدیم، میایم اینجا یه باره میگیریم، سیم چهارمون رو آزاد میکنیم. تو این شرایطیم الان دیگه انگشت چهارمون رو یه فرد هول میدیم جلو، به خاطر همین میگم انگشت چهارمون تکون نمیخوره از سیم دو. و انگشت دومون میاد رو فرد 5 سیم 2 قرار میگیره و این ضرباتو میزنیم.
ضرباتمون چیه؟ سیم 4 آزاد و بعد 3-2 و بعد 3 و بعد 1. اوکی، یه بار براتون از اول دوباره میزنم. دوباره تکرار میشه. و بعد یه 3-2-3 آخرش میزنیم. پس و حالا بعد از این پوزیشن بعدیمون میشه انگشت یکمون همینو میره عقب و فرد 2 باره میگیره، باره 3 سیمه میگیره به صورتی که سیمه 5مون آزاد باشه و انگشت 4مون هنوز روی سیمه 2ه، ولی با عقب اومدن این همونجوری میاد عقب و روی فرد 5 سیمه 2 قرار گرفته دیگه و ضربه میزنیم 5 و 2 و 3 رو با هم میزنیم و وقتی که این ضربه رو میزنیم با انگشت 3مون یه همر سری میریم. این ضربه است دیگه. اوکی، بعد بر میداریم دوباره ضربه میزنیم و انگشت یکمون بلند میشه میاد رو فرد 4 سیمه 5 میشینه. انگشت 4مون هنوز رو سیمه 2ه، تکونش ندادیم، این پوزیشنو داریم و انگشت 3مون میاد روی سیمه 4 فرد 6 و ضربه میزنیم 5-4-2. اوکی، یه بار براتون اینجا میزنم. و بعد از این ما میایم آکورد رماژور رو میگیریم اینجا و ضربه میزنیم 4-3-2-1 رو با هم میزنیم، یا میتونیم فقط 4-1 رو بزنیم و بعدش انگشت 2 رو برمیداریم آزاد میزنیم. اوکی، پس خب حالا اینجا انگشت 1 که اومد یه باره اینجا میگیره باره کامل و انگشت 2 رو میاد رو فرده 4 سیمه 6 میشینه و انگشت 3 فرد 4 سیمه 4 و انگشت 4 فرد 4 سیمه 3 و این پوزیشن رو باید بگیریم. این باره اینجا فقط برای اینکه ما این سیمه 2 رو فعلا اینجا داشته باشیم، ولی چرا اینو باره میگیریم؟ چون بعدش ما باید فادیز مینور بزنیم. برای راحتی کارمون اینجا انگشتمون اینجوری میگیریم، لازم نیست اینو زیاد فشار بدید، فقط این سیمه 2 مهمه اینجا. اوکی، پس به این شکل و ضربه میزنیم 6-4-3-2 رو با هم میزنیم. گفتم این دو رو اینجا میخواییم دیگه. و بعد که اینو زدیم یه سیم 3 رو میزنیم، انگشت 4 اونو برمیداریم یه بار دیگه میزنیم و بعد فادیز میرو رو میگیریم. یا یعنی که اگه این براتون خیلی سخت باشه میتونید به این شکل بزنید. اوکی. خب یه بار دیگه برای تو اینجا میزنم. هر کدوم که راحت ترید. خب تبریک میگم اگه تا اینجای کار اومدید و زدید، قسمت اولو یاد گرفتید کامل. این همینجور تکرار میشه، فقط یه قسمت دیگه ما داریم. زیاد به لحظه آهنگ نمیپردازیم، فقط چیزی که شما میتونید یاد بگیرید و بزنید و حال کنید و میخواییم با هم ریکار کنیم. و اگر نه مثلا اینجا باید دفعه دوم یه نوتو کمتر بزنیم، اینجا باید بیم فادیز مینور 7 بگیریم، یا مثلا اینجا مثلا باید دو تا ریت بزنیم، اینا رو کار نمیکنیم، فقط این آرپژا رو کار میکنیم، چون چیزی که معروفه و چیزی که بیشتر استفاده میشه همین آرپژا است. خب ما اینجا اومدیم اینو زدیم و یه بار دیگه زدیم، دوباره اومدیم رو فادیز مینور. این بار که ر ماژور زدیم اینو زدیم، یه ذره وای میستیم و بعد میایم روی فادیز مینور
و بعد از این میریم برای قسمت بعدی. خب من یه بار دیگه از اولین رو بزنم براتون. بعد وارد قسمت بعدی میشیم که یه همچین چیزیه. ضرباتون به چه شکله؟ انگشت 3 و انگشت 4 قرار میگیره روی فرد 9، سیم 6 و سیم 3 و انگشت 1مون هم قرار میگیره روی فرد 6، سیم 4 و ضربه اینم شاید کم سخت باشه براتون. ضربه میزنیم 5 و 3 رو با هم میزنیم عین همون اول قسمت اولمون و بعد دوباره 6 4، پس پوزیشن دستمون عوض میشه، انگشت 2مون میاد روی فرد 7 سیم 6، انگشت 4مون یه فرد میاد عقب‌تر و همون ضربات همه رو با هم دیگه دوتا فرد میبریم عقب، ضربات همونه و بعد اینجا انگشت 1مون میاد یه باره میگیره که سه تا سیم باسمون خیلی مهمه اینجا و ضربه میزنیم 6 و 3 رو با هم میزنیم، ضربه میزنیم و بعد انگشت 2مون میاد میشینه روی فرد 5 سیم 3 به این شکل. یه بار دیگه آهسته میزنم میتونید اینجوری بزنید یا به این شکل که بعد از این ما آکورد سول ماژور رو میگیریم، آکورد لا ماژور رو میگیریم، اسخای میکنم ولی پایین بارمون رو باز میذاریم، لا ساس تو میشه فکر کنم و ضرباتی که میزنیم میزنیم 6 4 3 4 1، اوکی 6 4 3 4 1 و بعد میایم می ماژور میگیریم 6 5 4 و 3 با هم، البته 3 و 2 با هم. پس الان چی شد؟ و بعد سری میایم سولیز ماژور کامل میگیریم دوباره 6 5 3 و 2 با هم و حالا اینجا دیگه فقط ریتم میزنیم، سول لا ماژور رو میگیریم دوتا پایین یه دونه بالا و بعد میایم دوباره روی سولیز ماژور با این تفاوت که ما این بار آکوردمون میشه سول دیز مینور 7 ساس 2، اوکی پس دوباره این همون پایین، پس پایین بالا بالا پایین بالا بالا و بعد 2 دیز مینور دوباره یه بار دیگه براتون این قسمت رو میزنم.
خب و شما میتونید همین جوری اینا رو بزنید، تکرار کنید پشت سرم و خیلی هم باحال میشه. خب امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه، مفید بوده براتون، و اگه اینطور بوده لایک و سابسکرایب براتون نرو. حتما این دوتا ویدیو که اینجا براتون میذارم و از چنل من نگاه کنید. تا اینجا همراه من بودید، بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون و خیلی خیلی دوستتون دارم، و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.